فیض و سلامتی بر شما عزیزانم، همینطور عزیزانی که از طریق رسانه ها امروز مثل همیشه دارن ما رو همراهی میکنن. امروز به طور خاص از درون یک برانگیختگی و یک اشتیاق خاصی دارم که این پیام خدا رو امروز به سمعتون برسونم، نه تنها به سمت شما عزیزان کلیسای محلیمون، بلکه ایمان دارم که این کلام برای خیلی از کلیساها برکت خواهد بود. حقیقتا وقتی امروز فکر میکردم که چه افتخار بزرگیه که من و پاستور اینجا میتونیم به وسیله کلام خدا شما عزیزانمون رو خدمت کنیم و در این مسیر چقدر خداوند پشتیبانی میکنه، هرچند که گاهی پاستور این با پیامش یه جوری زمین دلهای شما رو میکاره، بصرهای کلام خدا رو میکاره و یه موقع من این فرصت دارم که این بصرهایی که کاشته شده آب بدم. آمین. یه موقع او کارنده است و من آب دهنده و همطور برعکس، ولی کلام خدا میگه نه کارنده را چیزیست نه آب دهنده، بلکه خدای رویاننده. آمین. چون که ما فقط با خدا همکاران هستیم و شما مهم هستین که زراعت نیکوی خدا هستین، امارت خداوند هستین و باشه که خداوند فیض و رحمتش رو شامل حال ما بکنه که با طلا و نقره و جواهر بکاریم، نه چوب و گیاه و کاه که در آخر سوخته بشه. باشه که خداوند فیض ببخشه عزیزان که خدمتی که میکنیم باعث خوشنودی خداوند و در اراده او باشه. این هفته خیلی دعا میکردم ای خداوند، حقیقتاً چه ویتامینی، چه مواد معدنی بدن تو احتیاج داره که تا حالا بهش نرسیده یا احتمالاً خیلی کم بهش رسیده. اون مواد معدنی، اون ویتامینی که قدرت دفاعی، سیستم دفاعی بدن روحانی تو رو قوی میکنه، اون ویتامین و مواد معدنی که اون اسکلت بندی بدن روحانی رو از پوکی نجات میده و قوی میکنه. و تنها چیزی که به ذهنم میامد بارها و بارها و این هدایت قلبی رو داشتم که چقدر کلیسا، چقدر هممون نسبت به دیدن دنیای نادیده و نامرئی ضعیف هستیم و خداوند چقدر اشتیاق داره که ما این دنیای نادیدنی رو که خیلی تاثیرگذاره توی زندگی ما، توی کلیسای ما، توی خدمات ما، این رو بشناسیم. پس عنوان پیام امروز اینه: عملکرد و ماهیت فرشتگان نیک و شریر. آماده هستین؟ کمر دلهای خودتون رو بستین؟ الهیدانی هست به نام ریکاور، میگه بدون فرشته شناسی و بدون دیو شناسی الهیات کتاب مقدسی دوچار صدمات روحی بسیاری خواهد شد. این نظریه چقدر میتونه برای ما انسانهایی که غرق تکنولوژی هستیم و از این وادیا دور هستیم، چقدر میتونه با افکار ما در تضاد قرار بگیره؟ نیست عزیزان؟ در حالی که عهد جدید دنیایی رو معرفی میکنه که پر از فرشتگان و دیوها هستن. اگه قراره که الهیات کتاب مقدسی ما صحیح باشه، اگه قراره اعتقاد داشته باشیم و ایمان داشته باشیم که کلام خدا کلام مکشوف شده و مصنوع از خطاست، باید این مقوله رو خیلی جدی بگیریم عزیزان. چون وقتی کلام خدا رو ورق میزنیم، از اون اول پیدایش که ورق میزنیم، صدای بال فرشتگان رو میشنویم که چقدر این جنگجویان روحانی، چقدر این جنگجویان ویژه آسمانی پیدا و ناپیدا میشن. ظهور غنی فرشتگان رو چقدر قوی در داستانهای حماسی کلام خدا میخونیم، میبینیم و چقدر این داستانها رو هیجان انگیز میکنه، چقدر این داستانها رو قابل درک میکنه برای ذهنای ما. اگر ما دنیای نادیده رو با چشمای فیزیکیمون نمی‌بینیم عزیزان،
به خاطر این نیست که حقیقت نداره، بلکه آنچه که نادیدنی پولس میگه حقیقت محضه. چون ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی بلکه نادیدنی، چون دیدنی زمانیست اما نادیدنی جاودانی. در عهد جدید وقتی نگاه میکنیم عزیزان، واژه فرشته انگلوس خیلی بیشتر از محبت، محبت آگاپه اومده، خیلی بیشتر از گناه اومده این واژه. اگه کتاب مقدس اینقدر زمان گذاشته و برای مقوله مهم وقت گذاشته که ذهنای ما رو، قلبهای ما رو متوجه بکنه، چقدر بیشتر ما باید جدی بگیریم. البته خیلی باید مواظب باشیم که در این مسیر دچار افراط نشیم. من فکر میکنم مشکل ترین و حساس ترین خدمت یک پیام آور اینه که کلیسا رو در تعادل روحانی نگه داره. برای حیات روحانی، برای سلامتی روحانی کلیسا هیچ چیز خطرناکتر از این نیست که از تعادل خارج شه و دچار افراط و تفرید بشه. آمین. همجور که کلیسای اولیه دچار افراط شد وقتی تعلیمات فرشته شناسی و دیو شناسی رو گوش میکردن و کم کم به این راه اشتباه کشیده شدن که عیسی مسیح یک فرشته است، بیشتر از انسان و کمتر از خدا. ولی چقدر عزیزانی اندیشه والا، متعال و پاک نویسنده به عبرانیان تونست این پیشفرض اشتباه رو به چالش بکشه. در عبرانیان باب 1:1-4 اینطور میخونیم: او فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست و همه چیز او پس از پاک کردن. فکر میکنم که یک کمی نیست دچار اشکاله. همه چیز را پس از پاک کردن با کلام نیرومند خود نگاه می‌دارد. پس از پاک کردن گناهان جا به جا شده، با کلام نیرومند خود نگاه می‌دارد. و این عیسی مسیح خداوندی که به دست راست مقام کبریا در عرش بری بنشست، پس به همان اندازه نامی برتر از فرشتگان به میراث برد و از مقامی والاتر از آن نیز برخوردار شد. عزیزان، فرشتگان رو باید مواظب باشیم. ما نمی پرستیم. ما تنها یک متوسط داریم بین خدا و انسان و آن عیسی مسیح خداونده که با مرگ و قیام خودش ما رو به خداوند وصل کرد. ما فرشته ها رو نمی پرستیم. همجور که در مکاشفه باب 22 یادتونه، اگه بعضیاتون شناخته باشین کتاب مکاشفه رو، وقتی که اون مکاشفات عظیم و یوحنا دریافت که به وسیله یک فرشته، یوحنا خیلی هیجان زده شد، خیلی ترسید و در حضور اون فرشته اومد او رو سجده کنه و یوحنا گفت زنهار که مرا سجده نکنی، چون فقط خدا رو میشه پرستید، من با تو همکار هستم. به یه بیانی، ببین، کار دستمون نده. من پرستیده نخواهم شد بلکه خدا. و نویسنده به عبرانیان، عزیزان میخوام تشویقتون کنم بخونی، قبل از اینکه برتری عیسی رو نسبت به فرشتگان نشون بده، برتری عیسی رو نسبت به تمامی پیامبران نشون میده، به تصویر میکشه. میگه که اگه پیامبران عالی که در بارگاه الهی رفتن و چه نبوتهای عالی گرفتن، فقط اونا قسمتی از حقیقت رو میدونستن، اما عیسی مسیح خداوند تمامی حقیقته. اگر انبیا قسمتی از مکاشفه رو داشتن، اما عیسی مسیح تمامیت وجودش خود مکاشفه خداست. آمین. میخوام از همون اول
یه موقع راه اشتباهو نریم. مثلا آموس رو میبینیم یه قسمتی مکاشفه داشت از عدالت اجتماعی، خود اشعیا مکاشفه داشت از قدوسیت، هوشع از محبت خدا، اما عیسی مسیح تمامیتش مکاشفه کامل خداست. پس فرشتگان عزیزان خلقت خدا هستن، خدا اونا رو خلق کرده و در اصل عبرانیان میگه اونا روحای خدمتگزار هستن. اونا روحایی هستن، عبرانیان باب 1 آیه 14 میگه اونا روحایی هستن که خداوند اونا رو خلق کرده. مگر خدا به فرشتگان نگفت که روحای خدمتگزار برای کسایی که وارث نجات هستن؟ یعنی اونا خوانده شدن که به تک تک شما عزیزان خدمت کنن. نمیدونم چقدر اینو متوجه شدیم. وقتی یه موقع درهای جهنم روی زندگیتون بازه و هیچ چیزی در بازی نیست، احساس میکنید دیگه تموم شده، یک دفعه یک روزنه یک دری باز میشه، عزیزان یک کجاست؟ این روحای خدمتگزاره که برای وارثان خدا میدون. یه موقع ها شاید تجربه کردین بوی مرگ اومده، احساس کردین دیگه نمیتونین ادامه بدین، تموم شده. مخصوصا تو این دوران یک دفعه میبینی یک نسیمی، یک نفس هستی بخشی به شما میخوره. از این از کجاست؟ این روحای خدمتگزاره، چون عادتشون خلق شدن که جلب توجه نکنن، بلکه بدون توجه به وارثان خدا خدمت کنن. ولی فرشتگان خاصی هستن، عزیزان فرشتگان خاصی هستن که در وهله اول خدا رو خدمت میکنن. یادتونه تو اشعیا باب 6 این چه فرشته های پرهیبتی بودن، این چه فرشته های حیرت انگیزی بودن، صرافین بودن، فرشتگانی همیشه در آتش سوزان. حتی شکلای اونا رو تصویر میکنه که با دو دست صورت خودشون رو با دو دست پاهای خودشون رو میپوشوندن و با دو بال پرواز میکردن و با آهنگ همگون خدا رو میپرستیدن. قدوس قدوس قدوس. اونا خلق شده بودن که خدا رو بپرستن. بعد کروبیان رو داریم در کلام خدا که محافظین خدا هستن، جنرال های آسمانی هستن. یادتونه در باغ عدن وقتی آدم و حوا گناه کردن با شمشیرهای آتشبار جلوی باغ عدن محافظت میکردن از درخت حیات و همجور جلوی خانه لوط؟ این فرشتگان بودن، فرشتگان محافظ و نگهبانان. همجور میکائیل رو داریم از قدرتمندترین فرشته ارشد آسمانی. در دانیال باب 10 این فرشته رو خوب میشناسیم. این تشویقی باشه برای ما ایرانی ها. وقتی که دانیال 21 روز 3 هفته روزه و دعا گرفته بود برای قومش که در سختی بودن، در رنج بودن و هیچ خبری نشد و خدا رو ملاقات کرد، خدا رو در اون جلال و جبروتش ملاقات کرد و از ترس به زیر افتاد، میگه خرمی او به پژمردگی مبدل شد. ناگاه فرشته اومد، این روح خدمتگزار، گفت ای مرد بسیار محبوب خدا نترس، ترسان مباش. دست گذاشت رو تقویت کرد و گفت همون روز که تو دعا کردی، همون روز که خودتو فروتن کردی، در مقابل خدا متواضع شدی، من اومدم که به تو خدمت کنم، من اومدم که به تو امداد کنم، ولی رئیس مملکت فارس یک دیو جلوی او رو گرفته بود. ولی میگه میکائیل این فرشته ارشد اومد به کمک من تا من بتونم امروز به امداد تو بیام. چقدر زیبا هم فرشته نیک رو، عمل کرده او رو داره نشون میده، هم مانه ها و شرارت فرشته های بد رو. ما سلسله مراتب رو هم تو میبینیم، ترتیب اقتدار روحانی رو در دنیای روحانی میبینیم در این دانیال. عزیزان تشویقتون میکنم که بخونید که چشمای ما، ذهنای ما یکم با دنیای نادیده آشنا بشه. همجور جبرئیل رو داریم، سخنگوی خدا، چطور تولد عیسی مسیح رو به مریم
اعلام کرد، چطور تولد یحیی رو اعلام کرد، چطور در اون بیابان به شبانان بشارت خوشی عظیم رو داد. مغوغای فرشتگان رو در کوچه های اورشلیم میبینیم که سرودخوانان، تسبیح‌خوانان به خاطر تولد عیسی مسیح خدا رو در عرش برین جلال میدادن و رضامندی و سلامتی رو در میان مردمان. ما در تمام طول خدمت عیسی این روحهای خدمتگزار رو میبینیم که چه نقش ویژه‌ای داشت، به خصوص 40 روز بیابان فرشته نیکو شریر اومد رو وسوسه کنه، از مسیر خدا دور کنه. اگه راست میگی، اگه پسر خدا هستی، از کنگره هیکل خودتو بنداز. تا فرشته هاشو مگه نگفته که میاد تو رو دست میگیره؟ عیسی مسیح خداوند گفت، خداوند گفته مکتوب است که خدای خود رو تجربه نکن. وقتی این تجربه سهمگین رو به پایان رسوند، فرشته های خدمتگزار اومدن اون رو تقویت کردن. عزیزان، ما فرشته خدا رو در رستاخیز عیسی مسیح میبینیم که سنگ عظیم رو غلطانید و روش نشسته بود. وقتی پیروان عیسی و دنبال اون میگشتن، این فرشته در کمال آرامش گفت، چرا زنده رو در میان مردگان میجویید؟ اینجا نیست، او برخواسته. عیسی مسیح خداوند برخواسته، او زنده همیشه جاویده. ما عیسی فرشته های نیک رو در اون باغ جتسیمانی میبینیم که چطور عیسی مسیح رو تقویت کرد تا راه جلجتا رو بهر من و تو بره. ما همینطور در صعود عیسی مسیح خداوند گردانی از فرشتگان رو که همراهی کردن عیسی مسیح خداوند رو میبینیم. در بازگشت خداوند ما عیسی مسیح، خداوند با کرورها فرشته، با شیپوری که به وسیله خدا در تمامی جهان نواخته خواهد شد، بر خواهد گشت. آمین. و همه خواهند شنید و هر چشمی خواهد دید. و فقط این نیست عزیزان، در کتاب اعمال رسولان واقعا من نمیدونستم که از کدومش باید صحبت کنم، از کدومش. تو اعمال باب 12-13 پتروس رو میبینیم، داشت بشارت انجیل رو میداد، گرفتنش، بردنش زندان، میان دو سپاهی با دو زنجیر، کشیکچیانی که دائما از زندانها مراقبت میکردن، و پتروس عزیز ما خسبیده بود در آرامش الهی. ناگاه فرشته خدا ظاهر شد، اما از قبل اشاره کرده که کلیسا برای او در دعا بود، برای پتروس در دعا بود. عزیزان میخوام بدونید دعاهای شما چه نقشی داره برای انگیزه دادن و تشویق فرشتگان که به امداد خادمین خدا بیاد، مثلا خادمینی که انجیل حیات بخش رو دارن انتشار میکنن در دنیا. و فرشته خدا بر او ظاهر شد، بر پهلوی او زد، اشاره کرد نعلین رو بر پاهات بکن، ردا رو بنداز بر دوشت، کمرت رو ببند. و او رو همراهی کرد از زندان به زندان، او رو بیرون آورد تا سر کوچه، او رو همراهی کرد که خیالش راحت باشه هیچ گزندی به او نمیرسه. ناگاه ناپدید شد. چقدر شهادت ها میسیونرها که در سرزمین های بومی خطرناک میرن میشنویم که چطور فرشته ها اونا رو از مرگ نجات دادن. از اونا مانند تکاوران دریایی هستن. دیدین زیر آب؟ شما اونا رو نمیبینین، اما یه حباب هایی رو روی آب میبینین. باد میوزه اما نمیدونی از کجا میوزه، اما برگ های درختان رو میبینی که داره تکون میخوره. اونها برای ما می جنگن عزیزان، این روحای خدمتگزار برای ما می جنگن در جنگ های خداوند، چون جنگ هایی هست که از آن خداونده. جنگ ما با خون و جسم نیست، بلکه با این نیروهای تاریکیه که از بدنهای استفاده می کنه برای تخریب، تخریب این دنیا و تخریب کلیسا. و
و این فرشته ها به امداد ما میان در جنگ های روحانی، مخصوصا خادمینی که برای نبرد روحانی لباس رزم میپوشن، کمک میکنه تا در توانایی خداوند زورمند بشن. همینطور یکی دیگه کارهای این فرشته ها امداد میکنه به پیام‌آورانش، واعظین کلام خدا. یکی از مسئولیت های خطیره عزیزان این روحای خدمتگزار، این لشکرهای سازماندهی داده شده و قدرتمند، اینه که در زمان کایروس خدا، در زمان خدا، در زمانی که خداوند میخواد پیامی رو به کلیسا ابلاغ کنه، خادمینش رو برانگیزه، تشویق کنه تا پیامی که در قلبشه به کلیسا ابلاغ کنه، مخصوصا پیام‌های نبوتی در این زمان‌های آخر. آمین که هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه می‌گوید. و همینطور چیزی که بارها تجربه کردم، یکی از کارهای این روحای خدمتگزار اینه که وقتی خادمین در ضعفن، در حملن، چطور اونا رو هم از نظر فیزیکی هم از نظر روحانی قوی میکنه، سر پا نگه میداره. اینو هم تو عبرانیان باب 1:14، هم تو مزمور 104:4 میگه: مگر در حق فرشتگان خود نگفت که این فرشتگان رو مثل بادها میفرستد و خادمین خود رو چون شعله آتش میگرداند؟ آمین. حالا میخوایم بریم عزیزان، کمراتون رو محکمتر ببندین تو عالم فرشتگان سقوط کرده و دیوها، چون خیلی از ما خیلی راحته برامون که فرشته های نیک و خدمتگزار رو باور کنیم، ولی نسبت به این دنیای نادیده و تاریک چقدر ممکنه چشمامون بسته باشه. چیزی که از همون اول خیلی خوبه بدونیم که فرشتگان مثل آدم و حوا نیک آفریده شده بودن، عالی آفریده شده بودن. ما داستان این فرشتگان سقوط کرده رو در اشعیا باب 14، حزقیال باب 18:28:13 میتونیم بخونیم. من فقط به طور خلاصه داریم. آها. ای زهره دختر صبح، چگونه از آسمان افتاده ای؟ ای که امتها را ذلیل می ساختی، چگونه به زمین افکنده شدی و به آسمان صعود نموده؟ یعنی قبل از اینکه افکنده بشی به آسمان صعود نموده، کرسی خود را بر اون بالا، این یکم جا به جا شده، بالای همه چی گذاشتی. در دل خود گفتی که بالای ستارگان خواهم جلوس کرد، در دست راست حضرت اعلی هم ردیف او خواهم بود. لیکن به هاویه و به اسفلهای زمین فرود خواهی شد. در حزقیال باب 18:28:3 میگه: چطور خودتو فاسد کردی؟ تو که در میان سنگهای آتشین میخرامیدی، تو که کروبی سایه گستر بودی، چه به روزت اومد که اون حکمت پاک خودتو انقدر فاسد گردانیدی؟ عزیزان، ما فعالیت دیوها رو به وضوح در جهان امروزی خیلی آشکار میبینیم، پشت تمامی سیاست‌های هیتلرگونه، خودکشی‌های انتحاری، بیدینی که اینطور داره رواج پیدا می‌کنه در دنیا، در ذهن‌های تاریک و بسته که شیطان ذهن‌های بی‌فهم انسان‌ها رو بسته تا تجلی درخشان انجیل خداوند رو درک نکنن، که نکنه نجات پیدا کنن. پشت تمامی خشونت‌های ظالمانه، پشت اون فحشایی که رو به گسترشه، پشت اون سازمان‌های سلطه طلب و دیکتاتور، همه اینا از یه منبع، از اون برنامه ریزی شده. و
و نه فقط در جهانی که ظلمته و هیچ پوشش خون عیسی مسیح اونجا نیست، بلکه عزیزان کلام خدا میگه در زمانهای آخر چطور در کلیسا رخنه میکنه و اتحاد و محبت کلیسا رو خیلی موذیانه لطمه میزنه. عملکرد شیطان و نوچه ها، این دیوهای تاریکی رو عزیزان خیلی واضح از طریق اسامی اونا میشه شناخت. در کلام خدا شیطان رو به رئیس دیوها، ابلیس، دشمن، تجربه کننده، وسوسه کننده، مار، در باغ عدن مار بود عزیزان، در وسط های کتاب مقدس میبینیم تبدیل به افعی شده و در مکاشفه او رو داره به صورت اژدها به تصویر میکشه، پدر دروغگویان. ولی یکی از عملکردهای مورد علاقه شیطان که از طریق اسمش خیلی مشهوده این که اقوا کننده و اتهام زننده است. از این روح به خصوص خیلی متخصصه که به برگزیدگان خداوند تهمت و اتهام وارد کنه. اصولا کار کثیف شیطان و این دیوچه های دوروورش اینه که اتهام بزنه و خادمین رو بی اعتبار کنه. میدونی شخصیت او بر اساس عهد جدید دیگر ریز شده است، یعنی تبدیل میشه. او با یک صورت معصوم و پاک به میان گله بره خدا، گله خدا میاد عزیزان. او با نقل قول از کلام خدا، از روح القدس، خودشو خیلی روحانی نشون دادن چطور افراد رو اقوا میکنه. چرا اینقدر سخته عزیزان؟ چرا برای ما اینقدر سخته؟ حتی کسایی که تو کلیسا هم باور کنیم این چیزا رو، چرا انقدر سخته؟ چرا باید انقدر کلیسا از درد و زحمت عبور کنه؟ این روزها بیشترین آرزو و دعایم اینه که خداوند روح تمیز مخصوصا به خادمین کلیسا بده، روح شناخت ارواح رو بده. چرا ما انقدر سخته برامون که بفهمیم و درک کنیم؟ یکی از دلایل این عزیزان که ما از زمینه میان دیو و پری و جن و نمیدونم این چیزا رو به صورت خیلی مسخره نگاه میکنیم. سم داره، شاخ داره، نمیدونم چنگک دستشه، این ور اون ور هی دائم میپره، یا از جشنای هالووین یک چیزای اشتباه به ما رسیده، دماغش درازه، یه جارو دستشه به شکل جادوگر. کلام خدا میگه او به شکل زشت و اونجور که واقعا هست دیده نمیشه. او به شکل فرشته نور توی کلیسا رسوخ میکنه. ما در سفرهای بشارتی پولس در اعمال باب 13 آیه 6 خیلی به وضوح اینو میبینیم. مردی بود به نام بار یشوع، یعنی پسر عیسی. عزیزان هر که گوش دارد بشنود که روح داره به کلیسا چی میگه، چطور قوم خدا را از طرق راستی منحرف میکرد. ولی پولس که در اون هوشیاری برتر بود و پر از روح القدس بود میگه به اون نیک نگریست. با ترجمه های دیگه میگه غضب آلود نگاه کرد. من ترجمه عصر جدید رو آماده کردم که یک کمی برای ما تفهیم تره. میگه در اون حال شاول یعنی پولس پر از روح القدس شد. بذاریم همین منو بشنویم فکر کنم بهتره. و غضب‌آلود به این مرد نگاه کرد و گفت ای دشمن، ای دشمن راستی، ای پر از مکر و خباست، ای فرزند ابلیس، چرا باز نمیستی از منحرف کردن طرق راست خداوند؟ چرا باز نمیستی؟ عزیزان
پولس داره میگه. و امروز در نام عیسی مسیح هر کلیسایی که این روح ناراستی رخنه کرده به قدرت خون عیسی مسیح به او میگم، به این روحی که رخنه کرده، جنگ ما با انسانها نیست عزیزان، میخوام بگم که زورآور است خداوند خدای ما، که به هر کسی که بر کلیسای خداوند دست میذاره داوری خواهد کرد. سفر دوم بشارتی دوباره میبینیم شخصی به دنبال پولسه. عزیزان نمیدونم میشناسین اون مرد خداست، مس خدا روشه، خیلی عالی، کلمات عالی. فکر کنید اگه به من یکی بیاد بگه که پر از روح خباست و کینم هست چقدر جو میگیرتم. زن خدا به من میگه بیا بیا اصلا تو دایره مرکزی باش، نیست؟ مرد خداست و افراد فریاد میزد از او پیروی کنی. این افراد به هر کی میرسن مرد خداست، مس شده خداست. فقط پولس عزیزان به اون نهیب زد به نام عیسی مسیح دیو از او بیرون بیا. و دوباره در سامره میبینیم پتروسو در خدمتش که چجوری شمعون، یه شخص خیلی روحانی، ظاهر خوب، و پتروس به اون نگاه میکنه و میگه ای پر از کینه تلخ توبه کن. عزیزان در هیچ جای عهد جدید برای این دیوها که کلیسا رو دست میذارن روش دعا نمیکنه، بلکه از اقتداری که خداوندش به کلیسا داده استفاده میکنه. این قطره ای عزیزان از دریایی که باید به گوشمون برسه اگه خدا هدایت کنه، اگه خداوند حمایت کنه و هدایت کنه ادامه خواهیم داد. فقط چیزی که میخوام بتون در این لحظات آخر بگم که تمامی تمرکز شما رو میخواد، چیزی که شایان توجه تک تک شماست عزیزان، که بیشتر از این که متمرکز باشیم، و کلام خدا میگه این فرشتگان نیک رو و فرشتگان شریر رو بشناسیم، این تشویق کلام خداست، جدی بگیریم. ولی بیشتر از این خداوند میخواد ما ایمان بیاریم که جایگاه ما به عنوان کلیسا بالاتر از هر ریاست، هر قدرت، هر جهانداران این ظلمته. آمین. تاریکی در جهانه، گاهی در کلیسا رسوخ میکنه، اما عیسی مسیح خداوند با مرگ و قیام و صعودی که کرد به دست راست خداوند، کبریای خداوند نشست، نه فقط نشست به بالاترین جایگاه، بلکه کلیسا رو به خودش بلند کرد. از آن کلیسا به حق در پیروزی خداوندش پیروزه. آمین. و کلام خدا میگه عیسی مسیح این فرماندهان نیروی تاریکی رو خلع سلاح کرد، عزیزان آشفته کرد، شکست داد، رسوا کرد. آمین. و کولوسیان باب 2 آیه 15 میگه ریاست ها قدرت ها رو خلع سلاح کرد، در نظر همگان رسوا کرد، به وسیله صلیب خودش بر اون پیروز شد. از فاتحان قدیم وقتی برای یک جنگ پیروز میشدن تمام این اسرا رو میآوردن رسوا میکردن، به همه نشون میدادن غنایمی که از دشمن گرفته بودن، خود اسرای جنگی رو. اینجا عیسی مسیح خداوند تمام این فرماندهان نیروی تاریکی رو، ریاست ها و جهانداران ظلمت رو میگه رسوا کرد، خلع سلاح کرد در سه جهان، آسمان، زمین و زیر زمین. از هر کدوم از شماها که روی صندلی ها نشستین، هر عضوی که حتی اگه یک ماه ایمان دارین، همون اقتدار خدا به شما داده که به اعضای دیگه داده. آمین. فقط خدا میخواد این اقتدار رو بشناسین، در این تعلیمات به کار ببرین.
و در توانایی خداوندتون به قدرت روح القدس زورآور بشین. ما برای شکست خوردن اینجا نیستیم عزیزم، ما در پیروزی خداوندمون پیروزیم. فقط باید دعا کنیم که در نام عیسی مسیح مقهور این نیروهای تاریکی با احساسهای انسانیمون نشیم و بیستیم در مقابل دشمن، به خصوص در این زمانهای آخر. همینطور عزیزم، ما در سفرهای زندگیمون با تهدیداتی روبرو میشیم، با ترسهایی. گاهی این ترس واقعیه، گاهی تخیلیه، گاهی آسیبهایی هست که از گذشته اومده. فقط منبعش از نیروهای تاریکی نی، درون ما یه موقع آسیبهاییه، خاطرات گزندهیه. اینا همه ما رو میخواد به زیر بکشه. فقط میخوام در این آخر عزیزان چیزی رو بهتون بگم که هیچ وقت یادتون نره، که خداوند میخواد بیشتر از هر چیزی مشتاقه که اعتماد ساده و عیسی مسیح خداوند داشته باشین، مثل یک پناهگاه محکم و ایمان داشته باشین. اگه به عیسی مسیح ایمان دارین، او پناهگاهی محکم برای تک تک ماست. در این سفر سخت زندگی نه فقط همراهی پدر، پسر، روح القدس و کلام مقتدر خداوند رو داریم، بلکه عزیزان مراقبت‌های ویژه الهی و این لشکرهای سلحشور نگهبانان آسمانی، این روح‌های خدمتگزار همراه ماست. آمین. آمین. مزمور 34 میگه این مسکین فریاد برآورد و خداوند همه مصیبت‌های او رو دید و فرشته خود رو فرستاد تا او را از تمامی مصیبت‌های خودش برهانه. بعد میگه فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو زده و ایشان را میرهاند. یه آمین دار، باور میکنی عزیزان تا حالا رهانیده شدین؟ و ایمان دارم بعد از این خیلی هوشیارتر به این خدمات روح‌های خدمتگزار توجه میکنی. همینجور مزمور 91:9 میگه زیرا فرشتگان خود را درباره تو امر فرموده که در تمام راه‌هایت تو را حفظ کند. اگه امروز تو خدا رو ملجای خودت قرار دادی، اگه پوشش خون عیسی ستر توست، زیر ستر حضرت علا هستی، اگه به واسطه ایمان به عیسی مسیح خداوند، عزیزی که داری میشنوی، در اون معوا گزیدی، ایمان داشته باش که در وقت تنگی خداوند فرشته های خودشون میفرسته و تو رو از هر بدی، از هر وبا، از هر حمله شریر حفظ میکنه. و آیه آخر که من عاشقشم، برکتی که از ابراهیم، از هیچ کاری نکرد، ابراهیم به واسطه ایمان عادل شمرده شد. و کلام خدا میگه تمامی برکت‌های ابراهیم که روی ابراهیم و نسل ابراهیم اعلام شد، روی تک تک زندگی‌های ما هست. در خروج باب 23 آیه 22 و 23 میگه اگه قول او رو امروز شنیدی عزیزان، شنیدی آنچه که گفته است به عمل بیاوری، دعا کنی در نام عیسی مسیح چشمای من رو روی دنیای نادیده باز کن، گوشای من رو باز کن. خدا و دعای الیشا که برای خادم خودش کرد، که لشکرهای آسمانی گرد و گرد او بود، فقط اون نمیدید و میترسید از دشمنی که فقط نره میزد و اونو میترسوند، و الیشا برای جهزی دعا کرد و جهزی چشماش باز شد تا دنیای نادیده و لشکرهای آسمانی رو ببینه. امروز اگه اینو جدی بگیری، خداوند میگه هر آینه عزیزان، هر لحظه دشمن دشمنانت خواهم بود و مخالف مخالفینت خواهم بود. چرا؟ زیرا فرشته خود را امر فرموده که پیش روی تو بخرامد و تو را از تمامی اموریان و هیتیان و فریزیان و کنعانیان و هوییان و یوبوسیان، تمام اینا سمبول های این نیروهای تاریکیه که اسامیشونو گفتم، اغوا کننده، اتهام زننده،
که کلیسا رو و دنیا رو میخواد پایین بکشه، میگه بر تمامی اونا تو رو پیروز میکنم. از این برکتی که در عیسی مسیح به ما رسیده، فرشته های خداوند مثل دوتا بادیگارد، برکت های خداوند مثل دوتا بادیگارد به وسیله روح های خدمتگزارش به تک تک ما خواهد رسید. آمین. شلوس آفس. اگر گوش دارید، امروز شنیدید که روح داره به کلیسا چی میگه، چشمای خودمونو ببندیم عزیزان و دعای آخر رو در پیروزی، در قوت میخوام بیستیم، میخوام با قوت و اقتدار عیسی بیستیم. عزیزان ما شکست خوردگان نیستیم، سرهای خودمونو خم نمی کنیم، چون در پیروزی قوت قیام و صعود او جلال و فرازنده سر ماست. الان اگه در هر ترسی هستی، در هر چه کنمی هستی، ایمان داشته باش که خود خداوند جلال و فرازنده سر توست. ای خداوند شکرت میکنیم که تو انقدر کلیساتو دوست داشتی، انقدر دنیا رو دوست داشتی که نه فقط فرزند خودتو دادی تا اونا هلاک نگردن بلکه نجات بیابن، بلکه این همه مراقبت های الهی، این همه لشکرهای آسمانی، این همه فرشتگان خودت خداوند برای خدمتگزاری و عزیز جانهای خودت روی این زمین فرستادی. میخوام به یاد بیاریم خداوند، میخوام به یاد بیاریم نه فقط تمام اینها، بلکه وقتی جهان بشریت به نقطه اوج خودش میرسه، در کتاب مکاشفه باز هم میبینیم، باز هم میشنویم که فرشتگان خداوند کرورها کرور با صدای نهیبی چون موجهای دریا، چون صدای فریادهای بسیار می سرایند در آسمان و زمین که خداوند خدای ما سلطنت رو گرفته است. آمین. پیروزی عیسی رو بر تمامی کائنات اعلام می کنن و شکست شیطان و نوچه های او رو همین فرشته ها در زمانهای آخر در نقطه اوج تاریخ بشریت اعلام می کنن. عزیزان و امروز کلیسای خداوند با دستای باز و دهانی شکرگزار و قلبی لبریز از سپاسگزاری فقط باید بگه آمین. 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 هللویا. میخوایم با همین سرود پیروزی رو بخونیم. هر جایی که دشمن در زندگی شما به وسیله بیماری، شک، ترس، فکرها، ذهنهای در هم بر هم، سرگردونی، افرادی که دیوها از اونا استفاده میکنن در خانواده ها، در کلیسا، در شهر حمله میکنن، اذیت در محیط کارتون، امروز میخوایم با همدیگه پیروزی عیسی و افتادن شیطان رو در کلیسای او رو اعلام کنیم. آمین.